سلام و سپاس از مهمان محترم سرکار خانم دکتر کاملیای علوی دوست عزیز و مهربان و دانشمند که همیشه یار و یاور کانون بوده هیئت مدیره کانون و کمیته فرهنگی کانون ایرانی و نهلنتا سروران و دوستانی که در این جلسه و جلسات دیگر شرکت می کنند و باعث دلگرمی ما می شوند به اطلاع میرساند که کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا مرکزی غیر مذهبی، غیر سیاسی، مستقل و صرفا فرهنگی است که با حق, از و... با حق عضویت و حمایت مالی دوستان و سروران ایران دوست به مدت 35 سال به فعالیتهای خود ادامه داده و خواهد داد. با عضویت و کمک های مالی خود از کانون فرهنگی ایرانی و تا حمایت فرهنگی. حال به معرفی مختصری از دوست عزیزم خانم دکتر کاملیا علوی میپرزم. دکتر کاملیا علوی در احواز متولد شدن و تحصیلات ابتدایی خود را در خوزستان و تحصیلات متوسطه را در تهران گذراندند. ایشان لیسانس خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ملی که همان شهید بهشتی امروز هستش و فوق لیسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه تافت و پیشتی را در رشته اقتصاد و مدیریت از رنسلر پالی تکنیک در شهر تروی نیویورک دریافت کردند. دکتر علوی به مدت چهل سال در اقتصاد در شهر تمپر و مدیریت در دانشگاه فیلادلفیا و حدود سی سال پیش در رشته های Family and Couples از انستیتوی خانوادگی فیلادلفیا یا Family Institute of Philadelphia و رشته روانکاوی بزرگ سالان، کودکان و نوجوانان از Psychoanalytical Center of Philadelphia PCOP مدارک خود را دریافت نمودند دکتر علوی در سی و چند سال گذشته مشغول تدریس در پی و خدمت در کمیته های مختلف از جمله Education, Outreach, Diversity and Incalcation خدمت نموده و مسئول برنامه ریزی و اجرای سمینارهای متعددی در مورد اثرات روانشناسی مهاجرت پرسنل های مختلف بوده و تعداد متعددی از فیلم های ایرانی را از دید روانشناسی در سمینارهای Mental Health, Professional and Families بررسی کرده و در گذشته در این مقوله در کانون نیز سخنرانی کرده. بانو دکتر کاملیا علوی امشب درباره حسادت چیزی که خانمان براندازه رشک و تبعات آن صحبت میفرمایم خانم دکتر علوی از شما بی نهایت سپاسگزار هستیم که با دعوت کانون فرهنگی ایرانیان و کمیته فرهنگی کانون فرهنگی ایرانیان را قبول فرمودید و من شخصا از شما بسیار سپاسگزار هستم و ما همه سراپا گوش هستیم خواهش میکنم بفرمایید خیلی متشکرم از گروه فرهنگی قانون و کمیته فرهنگی کانون که به من این اجازه رو دارن امشب در خدمت دوستان باشم و امیدوار همینطور متشکرم از مدعوین عزیز که وقت گرامی رو به من دارن میدن امشب و the last but not the least از خانم دکتر ورزگر میخوام تشکر کنم که ایشون دست منو گرفتن به کانون آوردن و در سفری هم که من و همسرم اومدیم پذیرایی فراونی تمام این دوستان قانونی که اینجا هستن از ما کردن و واقعا بهترین خاطره ها بر خانم دکتر ورزگر یک دوست واقعی و یک منتور بسیار با اطلاع و دلسوز و مهربانی هستند و تا جایی که من میدونم بقیه دوستان کانونی هم واقعا به ایشون هم عشق و علاقه دارن هم اطمینان دارن و هم تا اونجایی که من دیدم قدردانی میکنن از زحماتشون و به طور کلی اومدن من به کانون به یاد آقای وینکات پدیاتریشن دکتر اطفال و روانکاو انگلیسی که گفت A holding environment یعنی برای بچه ها و بزرگها هیچ فرق نمیکنه holding environment in که آدم میره با یه ای که حالت اینو داره که در آغوشش میگیرن حمایتش میکنن و بهش پروبال میدن خیلی ممنونم از همه دوستان در اینجا البته منتورای دیگه منم اینجا هستن آقای دکتر اسد آقای دکتر معانی خانم دکتر گرجی و بقیه دوستان به هر حال این ساده است امشب میخوایم یک کم صحبت بکنیم در مورد حسادت یه نکته که من میخوام راجع به مسائل روحی و روانی رفتاری و اخلاقی و گفتاری بگم اینه که هیچ صفتی نیست که ما داشته باشیم به صورت آیزولیشن تنها صفات ما به طور کلی به یک نوع کلاستر یا مجموعه میشن من با اجازه شما بعضی کلمات رو هم انگلیسی میگم هم فارسی برای اینکه چندین جلسات قبل یکی از دوستان گفتن که ما سال هاست اومدیم بعضی لغات فارسی رو الان یادمون نیست معنای کاملشونو و به همین دلیل من بعضی لغات رو هم فارسی میگم هم انگلیسی یه مثال مثلا یک شخصی که سخاوتمنده احتمالا مهرمانم هست احتمالا مهمان نوازم هست احتمالا خوشحالترم هست و غیره و کسی که خیلی خصیص باشه احتمالا نگرانم هست التحابم داره مهمان نواز ممکنه نباشه و امر خیر نخود نتونه انجام بده و مهمتر از امین ممکنه یک کارایی رو که باید بکنه نکنه و یه کارایی که نباید بکنه بکنه و در آینده باعث شرمندگی و ناراحتی و اختلاف و شماتت و غیر قرار بگیره یه مثال کوچیک اگر یک در یک یکی از این افراد به خصوصی که از بچه ها احتیاج داشته باشه به رسیدگی برای مشکلات یا جسمی یا روحی یا تحصیلی و برای کمک کردن به اون بچه باید خرج کرد و یه پدر مادری انکار کنن و هیچ کاری نکنن و در آینده این بچه ممکنه یا از نظر جسمی خیلی مشکلاتش بیشتر بشه یا از نظر روحی، رفتاری، تحصیلی و حتی کارش به جای باریک بکشه بعد اون پدر و مادر باید صد برابر خرج کنن که اون بچه رو اگر بشه نجات و بقیه هم شماتت چون میکنن خودشون هم در نتیجه حسادت هم یک صفت تک نیست همراه حسادت خیلی صفات بد دیگری هم همراهی که باعث دردسر و گرفتاری و ناراحتی انسان ها میشه حالا سوالی که حسادت چیست تعریف حسادت خیلی ساده اینه که یک شخصی نمیتونه تحمل رقیب رو بکنه و به طور کلی نگران باشه که شاید منو به اندازه دیگران دوست نداشته باشن و خیلی جزیات دیگه که من توضیح میدم ولی فراورده های جلس، جلسی حسادت و یا رشک انوی خیلی به اصطلاح ساید افکت اگه میخواید اسمشو بذارید داره از نظر اینکه بدگمانی بدخیالی مشکوک شدن به دیگران تصورات بیدلیل پرانویا و نگرانه که بهش خیانت بشه دیسپشن و حتی به خشونت طلاق قتل ممکنه انجام بشه ما میشنویم مرتب که یه همسری مشکوک شده به همسر دیگرش و حسادت باعث شده که بره بکشه اون طرف و و زیر ماشین بگیره و یا کارهای خیلی به قول معروف ناجور بکنه یه مثال کوچیک بذارم من یه قالی فروشی بود که ازش میرفتم همیشه قالی و کف و آشپسونا میگرفتم میدیدم همیشه تو آفیسش توی فروشگاهش یه خانومی هم نشسته که فهمیدم خانومش یه روز ایشون اومد که یه نم آشپسخونه رو اندازه گیری بکنه برای کف آشپسخونه من رفتم یه دقیقه دمه در نم میل رو ببینم چیکار کنم دیدم خانومش نشسته تو ماشین خیلی تعجب کردم اومدم بهش گفتم خانم شما تو ماشین نشسته هوا خوب نیستم یا گرم بود بگید تشریف خونه آبیم بخورن گفت نه نمیاد و یه سری تکون داد گفت این زندگی منه و من متوجه شدم که این خانم حتما خیلی شک و تردید داره به شوهرش حسادت یا از این جور احساسات مخرب حالا یا این خانم به طور کلی آدم حسودی بزرگ شده بار اومده یا اینکه این, این آقای کاری کرده که این خانم به شک و تردید بیفته و حسادت کنه اینه که این اتفاقات رو ما زیاد میبینیم در اتو. حالا ببینیم حسادت چه چند مدل هست حسادت به دو مدل ظهور میکنه یکی حسادت بین دو نفر یه نفر به یکی دیگه که ما به این میگیم انوی و یا رشک و این رقابت ها و این احساسات رو من بعدا مثالش رو براتون میزنم در مورد افراد مشهور کسانی که در طول تاریخ بشریت این مشکلات رو از روز ازل تا ابدیت داشتن و خواهند داشت یکی از نویسندگان در این مورد نوشته که انسانی که حسود نباشه انسان نیست حالا واقعا این درسته یا نه من نمیدونم ولی به طور کلی منظورش اینه که حسادت یه چیز بسیار زیادیه در بین انسان ها پس حسادت یه چیز دایتیکه یعنی بین دو نفر و این خیلی مهمه که ما اینو تشخیص بدیم وقتی که باش رو بروشیم حسادت یا جلسی بین سه نفره یعنی که شما اگر اون فلایری که دکتر هیدری درست کردن دقت کنید بهش دو تا تصویر توش هست توی تصویری سه تا پنگوان هستن که دو دارن با هم صحبت میکنن و خیلی نزدیکن یه پنگوان دیگه ایستاده و با ناراحتی داره یه نقاشی دیگه که دوباره تو همون فلایره یک خانم و آقا دارن خیلی رومنتیک میرقصن و یه آقای روی صندلی نشسته و از اون سرش داره آتیش میاد که نشون میده حسادت و عصبانش نمیدونم آقای دکتر هیدری هستن یا نه میخواستم از تشکر کنم چون واقعا فلایری که درست میکنن خیلی زیبان و خیلی ابتکاری و هنرمندانه هستن به سه نفر وقتی باشن در این مسئله حسادت یه توضیح من بدم شما اگه یک مسلس رو در نظر بگیرید هر نوع مسلسی فرق نمیکنه. اگه دو رو با هم جمع بکنید طول دو بدون شک از زل سوم بیشتر خواهد بود به همین دلیل به خصوص در روانشناسی بهش با میگیم ترانگولیشن ترانگولیشن یعنی یک مثلثی است که سه نفر در اون مسلس شرکت دارن اگه دو نفر با هم نزدیک تر بشن اون یه نفر سوم اون یک زل سوم احساس کمبودی و اینه که اینا شرکتش نمیدن در رابطه یا اونا به هم بیشتر نزدیکن چیز میشه به اصطلاح مشخص میشه حالا یه سوال از آیا حسادت چیزیه که میشه به یکی ایندوس کرد تزریق کرد بله میشه مثال هم میتونیم در نمایشنامه اوتلو 1603 نوشته شد مال شکسپیر رو ما مثال بزنیم که اوتلو یک سردار جنگی بسیار موفق بود سیاپوستم بود با دزدمونا عاشقم میشن ازدواج میکنن یکی از سردارای ایشون که انوی ببینید رشک به موفقیت این اوتلو داشته میره بهش میگه که منو دز، دزدمونا با هم معشوق هستیم و اینا و اون به قدر حسودیش میشه و عصبانی میشه که دزدمونا رو میکشه و بعد میفهمه که اشتباه کرده دو زمان ها بهش وفادار بود من برای اینکه به شما نشون بدم که چجوری میشه اندوس کرد حسادت رو این ارکیده به این قشنگی رو اون پشت گذاشتم برای اینکه آقای دکتر منصوری خانومشون که اومدن در لیبر منزل ما از ایندیانا پولیس برای ما این آوردن حالا نمیدونم آیا چه کسانی اینجا حسادتشون برف بیرون اومده به هر اینم شوخی امروز ام به طور کلی میگن مثلا ممکنه اشخاصی که پدر و مادرشون آدمای حسودی نبودن خودشون هم زیاد حسود نشن ولی خب این واقعا شاید در مورد یه اقلیتی باشه به خاطر اینکه حسادت به دلایل مختلف در یک انسان ممکنه شروع بشه یه نکته که میخوام بگم اینه که در روانشناسی مقاله ها و کتابایی که نوشته شده خیلی بیشتر به انوی توجه شده مقاله و کتاب نوشته شده و در مورد جلسی حسادت کمتر و الان خیلی از محققی در این مورد شروع کردن که تحقیق کنن کتاب بنویسن و به اصطلاح بیشتر درک کنن و چند مورد هست که من بعدا میگم که چه موردایی در حسادت هست که زیاد راجبش کار نشده حسادت سه لایه داره یکی رقابت یکی پروجکشن آیدنفیکیشن که آقای دکتر معانی در یه جلسه که سخندین برام کردن یه توضیح دادن که بعضی وقت وقتی آدمایی حسودن این رو میکنن به آدمای دیگه میگن نه من که حسود نیستم اینا همه حسودن و این یه لایه ای از حسادتی که اون شخص چون نمیتونه قبول کنه که خودش این مشکل رو داره به بقیه این چیز رو لایه دیگه اینه که یه مقدار بستگی به تخیل و به اصطلاح تصورات یه شخصی داره که بر اساس ممکنه اصلا یک مسائلی که واقعا زیاد حقیقت نداره این چیز داشته باشه رویا و فکر و برا خودش بیاد اصلا داستان سرایی بکنه تو مغز انسان شناسان یا انتروپالوجیست میگن که این ممکنه یک به اصطلاح مرحله اولوشن باشه شاید سوروایوال اینستیک یا حفظ بقا باشه از اونجا اومده باشه که یه شخصی حس کنه که بقاش در خطره به خاطر اینکه اون شخصی که باید حمایتش کنه نمیکنه به یکی دیگه حمایت میرس به هر حال اینا م... مسائل مختلفی که مطرح شده بعضی هم میگن که این سوشیو کالچرال موضوعی است که در فرهنگ های مختلف هست ولی در موارد مختلفی در یک فرهنگی ممکنه نسبت به یه مسئله حسادت زیاد رواج داشته باشه در فرهنگ دیگه یه مسئله دیگه و این به صلاح این مطلب یاد من آورد که سالها پیش یه روز مادر همسر من اومده بودن دیدن و بالاخره باید برمیگشتن و و ما رفتیم فرودگاه ایشونو رو گذاشتیم پلوشونم هم نشستیم اون موقع میشد که بریم دمه تو، ایشون سوار شدن و رفتن و منم اومدم توی یک میتینگی که برای همین آتریچ پروگرام که انجام میدادم همه اونا هم روان پزشک و روانکا و روانشناس و سوشال بود گفتم اوز میخوام من همیشه سرموقع بودم گفتم اوز میخوام من یکم دیر اومدم رفته بودیم مادر همسرم ما برسونیم یه دفعه خانم دکتر روانپزشک هندی در اومد به من گفت وای چه نفس راحتی کشیدی چقدر الان خوشحالی من با تعجبش نگاه گفتم نه من الان هم همکنم دلم تنگ شده من هیچ مشکلی با ایشون ندارم ما خیلی هم دیگر دوست داریم خیلی با هم راحتیم و اصلا این مسائل نیست و بعد من یادم اومد که در یک قسمت از هندوستان هیچ ما نمیتونیم بگیم که همه هندی ها هن یا همه هندی ها اینجوری نیستن از علم آمار غلطه برای اینکه این واقعا در هر ملتی در هر کشوری فرهنگ های مختلف اعتقادات مختلف وجود داره نمیتونیم بگیم همه ایرانی ها مهمان نوازن بلکه ممکن نباشن من خودم دیدم اینو تجربه کردم یا همه اینجوریان یا هم یادم اومد که من چیزای خوندم راجع به این که مادر شوهری در هند عروسش آتیش زده به خاطر دوری توی هند یه قسمت های از هند رسمی که عروس خانم باید یک پول قابل توجهی بیاره تو خونه همسرش و اینه در فرهنگ ما هم در بعضی از خانواده ها این مسئله مادر شوهر با تو و اینا وجود داره و جالب من خوزستانی هستم در فامیلی خیلی ازدواج زیاد بود و خیلی یعنی همه به مادر زن یا به مادر شوهرشون گفتن زن امو یا زون امو به لهجه شوشتری و دلیلش این بود که چون نفامیلی فامیلی بودن واقعا یارو زنموش بود یا امش بود یا خالش بود مادر ش... شوهرش و مادر زنش و چون این مسئله فامیلی مثل حالت قبیله ای بود این جور مسائل من, من نشینده بودم ندیده بودم این چیزا رو تا بعدا خب مدام تهران با کارچرای مختلف به اصطلاح تا در بعضی کارچرا در بعضی شهرستان این خیلی متداول در بعضی نیست برابری مسئله فرهنگی هم وجود داره اه و اه یک جالب که یک نکته که من خوندم اینه که یک گروهی هستن به نام سوینگرز که اینا یک چندین زن و شوهر هستن که با هم رابطه جنسی این شوهر با اون زن و اینا و اینا هیچ مشکلی ندارن ولی به محض اینکه احساسات علاقه ای بین یک خانمی با یه آقای دیگه ای رخ بده حسادت بیرون بیاد برای اینکه اون احساسات علاقه برای اون افراد خطرناک تره تا اینکه این با اون عوض بشه یا به هر حال اینا است که آدم میبینه و میخونه حالا ما یه سوالی که میخوایم بکنیم ببینیم از چه سنی ممکنه حسادت اصلا شروع بشه ببینید وقتی که نوزاد به دنیا میاد اون اوایلش در آغوش مادره به خصوص اگه شیر بخوره و یک رابطه دو نفر است یه ذره که بچه بزرگ میشه متوجه پدرم میشه و اونجا به تراینگل اون مثلث تبدیل میشه و بستگی به رفتار پدر مادر که خوب باشه و درست باشه اون بچه ممکنه نگران نباشه احساس حسادت نکنه که این آقاه اومده مادر من از من بدزده و غیره اون مرحله رو ممکنه اون بچه خیلی به راحتی اگر شرایط مناسب باشه در خانواده نرمال عادی خوبی اون مرحله رو طی میکنه و به سلامتی بعد مرحله دومی که میرسه مرحله سپریشن اندیویجویشن و بچه در سن مثلا بین 15 تا 24 ماهگی کم کم شروع میکنه از مادر جدا بشه همون بازی پیکابو بزرگترین خیلی بهترین بازیه برای بچه اون سن برای اینکه که میبینه مادره میره ولی دوباره صورتش پیدا میشه در نتیجه متوجه میشه که مادرش برای همیشه نرفته و در این مورد خیلی دو تا سایکو آنالیست مشهور و یکی انی برگمن خانم دکتر یاوری اینجا هستن حتما با ایشون احتمالا آشنا شد بودن در نیویورک خیلی هم عمر طولانی ایشون داشتن و یکی دیگه هم خانم مالر که ما هر سال سیمپوزیوم داریم در فیلادلفیا مالر سیمپوزیوم و یک فاندیشن در این مورد سپریشن اندیویجویشن به اصطلاح خیلی مطالعه کردن با مشاهدات بچه ها در کلینیک خودشون و به این میگن the first individuation یعنی اولین مرحله ای که یک بچه احساس کنه خودش یک شخص جدای از مادر و اگر این مرحله هم باز به خوبی و خوشی رد بچه رد بشه هنوز حسادت وجود نداره برای اینکه احساس میکنه که مادر اونجاست به طرف کسی دیگه ای نرفته هنوز دوستش داره و هنوز باهاش رابطه داره بعد در سال 1962 پیتر بلاس این مفهوم اوورد بیرون که گفت there is a second individuation دومین individuation دومین جدایی سالم و لازم که یک بشر باید داشته باشه در زمان به اصطلاح تینیجری ولی قبل از اون یه مرحله دیگه بچه میره توش بین سه تا پنج سالگی که بهش میگن اودپریس ستیج بعضی معتقدن بهش بعضی هم نیستن مسئله نیست به هر حال اینایی که این تحقیقات کردن یه چنین ادعایی دارن اودپوس استیج که بعدا ممکنه اگه درست از اون مرحله بچه رد نشه بشه اودپوس کامپلکس بر اساس داستانی است که اودپوس عاشق مادرش میشه پدرش رو میکشه با مادرش ازدواج میکنه و بعد وقتی که مردم میفهمن مادر خودکشی میکنه ولی پسر ادامه به سلطنتش میده و این مرحله هم باز خیلی مرحله حساسیه که باز پدر و مادر باید راجع بهش دقت کنه یکی از اساتید ما دکتر فاینبرگ خدا پدرش بیامرزتش یه روز به ما گفت که من دخترم حدود چهار سال اینا بود نشسته بود رو پای من گفت ددی گفتم بله گفت من دوست داری گفتم بله گفت خب منم دوست دارم ما خب همدیگر رو دوست داریم برای هم هستیم دیگه احتیاجی به مامی نداریم بگیم بره این اون مرحله به اصطلاح رقابت که بچه پسر میخواد با مادر بیشتر باشه دختر با پدر یک مرحله است که خیلی شاید بعضی از ما این احساس کرده باشیم و ولی خب بستگی به رفتار و کردار و گفتار پدر و مادر این بچه خیلی راحت میتونه از این مرحله بگذره و اون حالت های حسادت های شدید نمیشه در سال 1990 فکر کنم 95 اینا بود که ما با گروهمون شروع کردیم راجب به اصطلاح psychological impacts of immigration on immigrants یعنی اثرات روحی که ایمیگریشن مهاجرت بر مهاجرین به میگذاره و از این کتاب دکتر سلمان اختر یکی از بنتورای من که خیلی کتاب ها و مقاله ها نوشته در این موارد روانپزشکی و روانکاوی کتابی نوشت به نام The Third Individual، سومین جدایی و استقلال در موقع و اون اینه که مهاجرین از مام وطن میان در یک محیط دیگه ای و باید اگر بتونن به خوبی این جدایی رو با سلامتی طی کنن وگرنه خب مسائل دیپرشن و غیر و ممکنه خیلی پیش بیاد و اونم خودش خیلی موضوع جالبی خب انوی وی همونجوری که گفتیم بین دو نفره و اون کسی که احساسات انویس داره کاری که میکنه میاد خودشو با اون شخص دیگه مقایسه میکنه و به چیزایی نگاه میکنه و تمرکز میکنه که اون شخص داره ولی خودش نداره یعنی میگرده اصلا دنبال اون تفاوت ها و بعد همون جوری که گفتیم در مورد حسادت هم گفتیم اینه که اه اه این شخص خیلی هم انرژی میذاره هم ممکنه یه مقدارش اصلا تخیلی باشه واقعی نباشه و اینو میاد بزرگ میکنه غلو میکنه اون تفاوت ها رو و بعد به اصطلاح چه بسا روی اون هم اقدام کنه ام، یک آقای به نام پیتر توهی در سال 2014 یک کتابی راجع به حسادت نوشت و گفت من به چهار نوع از این که حسودم دارم زج میکشم نوع اول اینه که من حسودم خب یه حسود زج میکشه نوع دوم اینه که حسادت زجر آوره. من, حس... من چون حسودم دارم زج میکشم به خاطر این اخلاقم و خود حسادتم رج میاره به هر حال و سوابه که من خودم یعنی من میترسم که حسادت من باعث ناراحتی آزار دیگران بشه و چهارم زجی که میکشم اینه که خب حالا اصلا حسادت که چیز جالب و ناول و اختراع جدید و چیز جالبی نیست که من دارم کار جدیدی نکردم ایده جدیدی ندارم خب این خیلی بورینگه به قول معروف یعنی خب حالا شاهکار که نکردم به هر حال این دید این شخص راجبه حسادت حالا من وقتی که به یه دوستی گفتم میخوام از مزار و منافع حسادت یا انوی بگم به من گفتن مگه اینا منافعی هم هست یک استادی در دانشگاه هاروارد میگه که رقابت و انوی به پیشرفت علم کمک کرده. مثالاش لوی پاستور و رابرت کوچ یه دکتر آلمانی بود که اینا در تحقیقاتی که میکردن یک انوی یا, یا حسادت انوی بیشتر چون دو نفرن راجع به تحقیقاتشون با هم نیکولا تسلا و ادیسون ما میگیم ادیسون لایت بابل درست کرده ولی نه اینجوری نیست ادیسون اختراعات زیادی کرده ولی خیلی از اون اختراعاتش رو کارمندای آزمایشش کردن که خودش به اسم خودش ثبت کرده ولی به هر حال این دو نفر با هم رقابت داشتن فردی ویت هامفری دیو که این دوی او دیوی که فارادی میدونید راجب الکترومگنتیک تحقیق میکرده و الکترو كمی، كمی، و دیوی هم در مورد مسائل و به اصطلاح تحقیقات شیمی و شبیه فارادی بعد میتونیم نویسنده ها رو نگاه بکنیم ارنست همینگوی و فیتزجرالد با هم رقابت یعنی حالت انوی وجود داشته فروید با فرنزی ملانی کلاین با وینکات کوت با کنبر اینا همه روان بود. که حالا یا نمسیس هم دیگه بودن یا رقابت داشتن به هر حال به قول معروف شده که بعضی اومدن تئوری های اون یکی رو نقص کردن و دلیل برهان رو بودن. در ادبیات همونجوری که گفتم شکسپیر اوتلو رو نوشت و بعد هملت که هملت هم بر اساس جلسی بوده و به تبدیل به خشونت و قدر میشه یعنی واقعا حسادت در تاریخ بشریت به قتل هم کشیده شد در سال 1889 تولستوی کتاب کرن سا سوناتا می نویسه در مورد جلسی هاردی در 1891 تس آف دور برویل ببخشید من تلفظ این لغات رو زیاد عادت ندارم و در سال 157 آلن روبل کتابی در مورد جلسی نوشت کتابای آسمانی هم اینا رو نوشتن اولین حسود دنیا شیطان بود درسته بعد حابیل و قابیل بعد حضرت ایوب که شیطان باش ن... چیز داشت انوی داشت و یه کاری کرد که این حضرت ایوب خیلی سختی ها برش وارد بشه و حضرت ایوب با صبوری همه رو به اصطلاح چیز کرد در شعر شعرها 1598 تا 1643 ویلیام ترود در اشعار ایرانی ما زیاد داریم راجع به حسادت واقعا خیلی مطلب هست من سر میکنم کوتاه کنم الکساندر دوما توی ماسکاتیرز و, و در 1844 نوشت دوما و ناپلون با هم خیلی دوست بودن و بعد به مرور حالت اون رقابت و انوی بینشون اتفاق افتاد و و داستان کانت پونت کریستو 1815 تا 1839 اون اتفاقات تاریخی که در اونجا اتفاق افتاد به ایشون نوشت داستایفسکی برادران کارامازوف رو نوشت من به دو دلیل اینا رو میگم به خاطر اینکه اولا ما ببینیم که از اول بشریت تا همیشه این مسئله هست خواهد بود و یک چیز بسیار موزر و به اصطلاح مخربی است فیلم در فیلم ها اینقدر من فیلم پیدا کردم نمیدونم الان وقت اگه نیست چه ساعتیه خانم دکتر الان هشت و شونزه دقیقه است شما میوتی میوت شدی کاملی جون میوت شدی ببخشید Uh, فیلم لارا 1944، فیلم نایگرا که من دیدم خیلی جالبه 1953، ایست of ایگن 1955، انا فرد تو ریممبر چند بار من دیدم 1957، فیتال um, اترکشن حتما دیدیم اینجا ای ای 1987، فیلم گرژویت 1967، Play Misty For Me 1971 Disclosure 94 Positions 81 The Room 203 برباد رفته که بازم همه ما دیدیمش و چند بارم شاید دیدیمش 1939 و White Eyes Shot 1999 و یه فیلم بسیار زیبایی که من چند بار دیدم دوباره هم میخوام ببینم فیلم Amadeus ام، که در سال 1884 درست شد و این رقابت و در واقع انوی بود که انتونیو سیبر یا سالیر هرچی که هست من ختم قاطی شده اینجا با موتزار داشت و خیلی کارهای مخربی کرد آخرش هم ظاهرا کارش به مثل جنون کشید برال اون فیلم جالبی در فیلم ایرانی 1968 فیلم شوهر آهو خانم. خیلی کتاب جالبی بود که من دو سه بار خوندمش در 2016 فیلم شولور مسائل انوی درش بود کمدی با حسادت بود و یک فیلمی درست شد به نام شیطان حسد که ۳ دقیقه بود و یعنی هست و بچه ها این فیلم درست کردن در شهرستان بدره و یا ایلام فیلم حضرت ایوب و غیر در ضرب مسئل ها اه اه خیلی ضرب المثل است من دو سه میگم آن درد که درمان نپذیرد حسد است اگر حسود نباشد جهان گلستان میشه حسد خورنده جان است حسود هرگز نیاسود اینو ما خیلی شد و یک سری دیگه که سعدی که یکی از شعرهای مورد علاقه منه و نسایهی که داده ما در کتاب های فارسی دبستان دبیر خوندیم خیلی من ارادت دارم به اون نسایه میگه که آین حسد قاعده دیو درست. و است و مسعود سعد سلمان گفته مردم روزی نیست که پسادت رو نبی سنایی گفته خالق ما که فرد و قهار است از حقود و حسود بیزار است یعنی حسود نباشید. و بعد نصایح زیادی در زبان فارسی گفته شده لیست خیلی بلند بالایی داره که من واقعا فرصت نیست اگر دوستانی بخوان من میتونم براشون اون لیست رو ایمیل کنم بفرستم آمارم بعد نیست چیزی بهش نگاه کنیم در سال 1991 آمار گرفتن و دیدن کاپل تراپی ها بیش از یک سومشون در مورد حسادت بود یعنی بین زن شوهر و شوهر مسئله حسادت زیاده زیاد بوده هست و خواهد بود و یک سوم خیلی رقم بالایی است تحقیقاتی که لازمه بیشتر بشه راجع به این مسائل اینه که یکیش عدم کامل حسادت در افراد حالا من یک کوچیک راجع به اون صحبت بعد فرق حسادت در بین خانم ها و آقایون و بعد از نظر اولوشنری به اصطلاح که مسئله اون بنیاد اولوشنری راجب جلسی تحقیق بیشتری بشه حسادت بین مادران یه بچه هم هست مادر ممکنه به معلم بچهش یا برعکس معلم بچه به مادر دایه بعضی وقتا بچه ها بیشتر از مادرشون دوست داره نرس مستخدم حتی تراپیست و این یک انوی به وجود میاد که یکی از اینا من نمیدونم یا مادر یا یکی از این مادرهای شبه مادرهای دیگه ممکنه احساس حسادت بکنن که اگه بچهشون یا اون بچه که نگهداریش میکنن اون یک مادر رو بیشتر دوست داریم بعد حسادت بین خواهر و برادران هست یکی از مسائلی که وقتی که فرض کنید یه بچه اون مراحل اول سپریشن و غیره رو که ما گفتیم به سلامتی رد کرده باشه ولی اتفاقاتی در فامیل بیفته که اون ممکنه باعث بشه که بذر حسادت در وجود یک بچه حالا در سنای کم هم بالاتر شاید پایی تر و اون اینه که اگر یکی از بچه های دیگه با یک فاجعه یا مشکل بزرگی رو برو بشه طبعا پدر مادرای خب که معمولا بیشتر پدر مادرها سعی میکنن که به اون بچه توجه بیشتر بکنن مثلا خرج بیشتر براش بکنن و دکتر ببرن و یک سری اقداماتی بکنن برای نجات اون بچه و این در واقع بلنس اون خانواده به هم میخوره شما میدونید یه یه چیزی هست که بالای تخت بیبی میذارن بهش میگن نمیدونم چی بشن بلنس خرسای کوچیک بهش وصله و یه آهنگ خیلی مشهوری هم خیلی از ماها ممکنه اون موبیل موبیل رو برای بچه هامون که بچه ده. شما فرض کنید یه دونه از خرسای کوچولو عروسکا بشکنه بیفته تعادل اون موبیل به هم میخوره و ممکن اصلا دیگه نتونه اون موزیکو بزنه کج میشه خانواده هم همینه وقتی یک فاجعه یه مشکل بزرگی پیش بیاد خب همه میخوان برن اون شخص رو کمک کنن بعد بچه های دیگه ممکنه احساس کنن که کسی به اونا محل نمیذاره و شروع کنن به احساس حسادت و این هم اتفاق میفته خواهر برادرها خواهران به خواهرها یا برادر و برادرها یا هر به صلاح ترکیب ممکنه انوی نسبت به هم پیدا کنن نه به خاطر رفتار پدر و مادر به خاطر اینکه اون خواهرشون یا برادرشون یک چیزای بیشتر از اون داره مثلا هوش محبوبیت شهرت هیکل بهتر دوستان بیشتر ظاهر خوب هیکل خوب و غیره و این ربطی اصلا به رفتار پدر و مادر نداره این یک است که ممکنه یه خواهر یا برادری نسبت به اون یکی خواهر و برادرش حالا آیا امکان داره که یه افرادی باشن که حسود نباشن چیزایی که مردم بسیار نویسندگان نوشتن یکیش بین آدب که خیلی ایدیا... ای... ایدیال، چی میگن؟ اه... رویایی، من حالا لغت ایدیالیزیشن دارن که میگن که دنیا باید خالص از بدی ها باشه. خالص از اه... حسادت و انوی باشه. اه... یک شاعری به نام فردریک شیلر، یه شعری درست میکنه در سال 1785 آلمانی هم بوده و برای یکی از دوستاش مینویسه و عنوانش از برادری در دنیا و میگه که دوستان متحد باشید به هم حسادت نکنید همدیگر رو دوست داشته باشید دنیا باید پر از عشق و محبت باشه و این صفات نباشه و در سال 1785 824 بیتوون این سمفونی رو او تو جوی رو می نویسه و من خیلی سالها پیش که در ایران بودم یه روز تلویزیون رو باز کردم دیدم که این یک برنامه بچه هاست و یه سری بچه نشستن و دارن با این موز موزیک یک شعری می خونن. ای انسان ها گرده هم نغم سر و بقیه شعر را خیلی آدم نیست ولی راجع به این بود که چقدر خوبه اگه ما با هم متحد باشیم همدیگر دوست داشته باشیم حسادت و انوی و خشم و اینا رو نداشته باشیم بنابراین یه عده ممکنه با این ایدئولوژی زندگی بکنن که بهتره که حسود نباشن دنیا بهتر یه دلیل دیگه که یا هس... یا حسود نیستن یا حسود حسادت بروز نمیاد ازشون مسئله ریپرشن یعنی خفه کردن احساس حسادت ممکنه به خاطر اینکه میترسیدن که اظهار حسادت بکنن و تنبیه بشن پدر مادر دعواشون کنه برای چی حسادت میکنی اینجوری نیست و فلان این ام، یکی دیگه ممکنه این باشه که پدر و مادر به طور کلی خیلی با اون بچه نزدیک نشده باشن در طول رشد اون بچه و اون بچه به قول معروف دیگه اصلا اون احساس براش به وجود نیومده نیام، که باشه که باید به یکی نزدیک باشه چرا اون به اون نزدیک من به اون نزدیک نیستم به طور و ام و اون بچه احساس کنه که من نمیتونم به کسی تکیه کنم محتاج کسی نمیتونم باشم باید مستقل باشم و در واقع این نوع سیستم دیفنس دیفنس مکانیزم یا سیستم دفاعیه که اون فرد انکار کنه حسادت یا انویشو به خاطر اون نتایج بدی که تنبیه بشه یا مسخرش کنن یا دوستاش از دست بده یا هر چی که هست نداشته باشه دلایل دیگه هست مثلا به طور کلی از این عقیده بوده که البته فروید داشته ولی بعد کهود در سال 1979 اونو رد کرده اش این بوده که پدران که میرن جنگ بچه ها فقط با مادرن در نتیجه این جدا این سپلیت این تراینگل به وجود نمیاد و پدرام مثلا تنبیه میکردن بچه ها رو خیلی در اون زمان اون قدیما و اینه که اون بچه هم سعی کرده خفه کنه حسادتشو و همین که پدری که الان جنگه دیگه چه شد راحت شدیم و دیگه یه مقدار یک جور آرامش بهش دست بده که البته کوهوت این عقیده فروید رو رد کرد و گفتش که شرایط زندگی عوض شده الان ما در صد سینگل پرنسامون که یه مادر فقط بچه ها رو بزرگ کنه و من کیسای موردایی دیدم که پدر فقط بچه ها رو بزرگ میکنه یه مقدار این مسائل عوض شده قاطی شده حالا نتیجه این مسئله زیاد شدن سینگل پرنس معمولا این مسائل روانی سالها طول میکشه تا اون نتیجهشون مشخص بشه آمار گرفته بشه و حالا من دیگه باید سریع کار بکنم یه عقیده من خودم دارم یک تئوری کوچولو برای خودم دارم من نمیدونم مورد قبول واقع بشه من در ادبیات فارسی که همیشه میخوندم خیلی بهشون توجه میکردم به یک سری راه نمایی ها و سعی میکردم واقعا اگه بتونم اونا رو عمل کنم احسان کم اندیز است و غیره از لغمان حکیم پرسیدن تو ادب رو از که آموختی؟ گفت از بی ادبان گفتن چطور؟ گفت هر وقت دیدم این بی ادبایی کاری میکنن خیلی بده و زشته. من سعی کردم نکنم حالا امکان داره کسانی باشن که وقتی میبینن آدمای حسود در اطرافشون چقدر زجر میکشن و چقدر باعث زجر بقیه میشن با خودشون بگن که این واقعا صفت ناپسندیده بهتره که من این کار نکنم خودشون رو تربیت حالا یه سوال یک کوچیک نمیدونم چقدر دیگه وقت مونده یه دو سه دقیقه دیگه به من فرصت آیا معالجه میشه کرد حسادت و انوی رو؟ حسادت و انوی دوایی براش تا حالا ساخته نشد خیال همه راحت بشه ولی ساید افکت ها و, ریز و ریزالت اونا که اگر به صورت دیپریشن دلتنگی و التحابات روحی باشه با دوا و تراپی و یا روش های دیگه امکانش هست یه مثال کوچیک بزنم از اینی که حسادت ممکنه چجوری مخفی بشه زیر یک احساسات دیگه آقای ارون بک سایکاتری در دانشگاه پنسیلوانیا شهر ما ایشون به اصطلاح یک روش تراپی به نام CBT Cognitive Behavior Therapy ابدا کردن و ادعای این تراپی اینه که در مدت کوتاهتری من معالج ما میکنیم و ما هم خیلی خوششون میاد دوستش دارن چون این روش رو برای اینکه خب پول کم ده. یه خانمی که خیلی شدیدن دل دیپرس و دلتن بود رفت بلو و کاری که سی بی تی میکنه از مریض میپرسه که اولین باری که این احساس به دست داد کی بود این خانم رو فرض کن ننسی اسمش این سال ازش کرد ننسی هم یکم فکر گفت من بچه کوچیک بودم فکر کنم چهار پنج سالم پنج شیش سالم بیشتر نبود داشتم بازی میکردم مادر پدرم داشتم با هم صحبت میکردن پدرم به مادرم گفت میدونی ننسی خیلی رنگ پوستش تیره تر از بچه های و گفت در اون لحظه چنان احساس حسادت وحشت و نگرانی به من دست داد که خب پدر و مادر من پس خواهر بردران بیشتر از من دوست دارد و بعد این احساسش حسادت کم کم به دیپریشن تبدیل شد و این مشکلی است که بعدا اصلا نمیدونستن برای چی این اینقدر این دیپریسه خب اون ریشه رو سعی کردن پیدا کنن برای معالجه راه های مختلف بعضی ها اعتقاد دارن که خودشون میتونن این معالجه بکنن خودشون. با خودشون حرف بزنن خودشون برین باش بکنن مطالعه بکنن برن گروه های ساپورت گروپی اگه هست رو غیره بالاخره خودشون خب این امکان پذیر هست ولی خب خیلی سخته که یک آدمی به خودش اذعان کنه که من یک صفت ناجوری دارم مخربی دارم و خودش پلیس خودش باشه حواسش باشه تا میخواد اون احساس بیاد بیرون مثلا با خودش استدام ولی امکان پذیر روش دوم میتونه این باشه که آدم به یک کسی که اعتماد داره دوستی فامیلی کسی منتوری صحبت بکنه و درد دل بکنه و و اون شخص بهش کمک کنه که متوجهش بکنه خب اونم شرطش اینه که یک اون شخص از کنه به این مشکلش و بعد ممکنه در اون رابطه به قول معروف تضاد منافع کانفلیکت of اینترست باشه فرض کنید یکی ناراحتی که چرا پدر مادرش حسادت داره که چرا پدر مادرش به خواهرش بیشتر مثلا توجه کردن و هر کاری کردن بره ما مادرش بخواد درد دل کنه راه هر خب مادره اولین چیزی که میشه دفاعی میشه میگه نه بابا اینجوری نیست ما این کارم کردیم برای تو و این به قول مرو اصلا ممکن مشکلات رو زیاد بکنه من الان یک سوپر وایزی دارم تو آمریکا هم نیست این مریض جدید داره یعنی این جدید برای من سوپر وایز راجبه خانومی صحبت میکرد خیلی جوون ولی به قول معروف دیسفانکشنال یه هیچ کاری نمیتونه بکنه کارش رو دوست نداره دلتنگه و اصلا چهار ماه نرفته سر کار اصلا اعتماد به نفس نداره اصلا سلف ریسپکت نداره بعد من از این خانمی که تراپیستی که سوپرواز میکنم گفتم که این یه خواهر بزرگی هم اون خانمی داره ده سال گفتم این بچه که بوده خب مادر پدرش چجوری باش رفت دادن گفتش که مادر پدرش اصلا اینو مساهمه میکردن اصلا محلش نمیذاشن هیچ کاری برش نمیکردن فقط به خواهر بزرگش میست کنم خب ببین این وقتی که یه بچه اینجوری باش رفتار بشه اعتماد به نفسش به قول معروف باور کردنی که منم ارزه دارم منم شانس چیز دارم ما از دست میده اون حسادت یه طرف عدم اعتماد به نفس سلف وورد، ارزش شخصی هم کم میشه و الان به این نقطه رسیده خب شما به مقدار باید راجع به اون موضوع باهاش کار کنی و این باید اینه بفهمه که این تقصیر اون نیست خیلی بچه ها فکر میکنن اگه یه چیز اتفاق بوده تقصیر خودشونه اونان که لیاقت ندارن بچه که نمیدونه که این پدر و مادرن که بلد نیستن این مسائل رو نمیفهمن و اشتباه میکنن به هر پس این روشم میتونه کار کنه با یکی نزدیک به شرطی که به اصطلاح اختلاف منافع نباشه و یه روش دیگه تراپی اونم شرطش اینه که اون شخص واقعا بخواد این کار سالواتور منوچین پدر سیستم فامیلی سیستم تراپیست در شهر ما چارل کار میکرد و این یکی از بنانگذار فامیل اینستیتو آف فیلادلفیا بود که من یه دوره اونجا یه مریض میره پلوش میشینه میگه آره من رفتم پلو اون تراپیست فایده نداشت رفت رفتم پلو که تقوان ده تا تراپیست های اسپورت لابود من چینم بعضیشون رو میشنا دیگه وقت تموم شد گفت پاشور آقای گفت خب من دفعه بعد کی شما رو ببینم گفت من شما رو به عنوان مریض قبول نمی کنم. گفت چرا؟ من پولشو میدم گفت برای که شما اصلا هدف معالجه نیست تو میخوای من اسم منم تو اون لیست بذاری بعد بری به تراپیست دوازده می بگی منو چینم من شما رو قبولی بکنم قبولش نکرد و این جمله آخر اینه که کسانی که میخوام برن تراپی واقعا باید مثل یه شغل من همیشه دفعه اول به مریض میگم welcome to your new job. برای اینکه اینجوری نیست که من بشینم هی من ور ور حرف بزنم شما هم بشین اونجا فقط شما باید خودتم پرواکتیو باشی زحمت بکشی. اه, و کسانی کسانی هستند که خیلی آی بالا دارن متاسفانه ایکیوشون خیلی پایینه و بعضی از اینا میرن تراپیست ولی واقعا هدفشون اینه که اون تراپیست رو اود کنن. یعنی به اون تراپیس بگه که من از تو باهوش دارم در که این مسائل اصلا به خوش ربطی نداره این مسائل روانی به خیلی چیزایی ربط داره که اصلا به آیکیو مربوط نیست اینه که اون افراد عادت کردن که بهشون میگن شما باهوشی از همه بهتری شاگرد اولی اینی اونی و بعد در این مورد هنوز میخوان اون احساس و نقش رو داشته باشن خیلی ممنونم از صبر و حسلتون انشالله که خیلی متشکرم لطف دارین دوستانی که دست میزنن و اونایی هم که سر تکون دادن یا همه شما که وقت عزیزتون رو در اختیار من گذاشته من آماده هستم برای اگر سوالی پیشنهادی اه، و به قول معروف هر نوع کامنتی که دارید اگر امشب وقت نشد من یا نمیدونستم جواب شما رو من توی چت شماره تلفن و ایمیلمو با اجازه دوستان میذارم که میتونن با من تماس بگیرن و من یا اون مسئله رو به قول معروف برم یاد بگیرم و بهشون توضیح بدم و خیلی هم دلم خود ام امشب از دوستان من یه چیزی یاد بگیرم هدف ما برای دور هم جمع شدن اینه که هم از هم چیز یاد بگیریم هم تحمل پیشنهاد یا نکته‌ای که یکی بگه و مثلا ما زیاد به اون علاقه نداشته باشیم رو داشته باشیم که تحمل کنیم و به قول معروف این دوستی و حمایت رو ادامه بدیم خیلی ممنون